پیکری را برای دفن کردن به گورستان می برند که تا همین دیروز هم صدای بلند مدافع حقوق زنان و رسانه ها بود. ملاله میوند، خبرنگار و گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس و فعال مدنی در ننگرهار بود. صبح امروز، هنگامی که به سوی دفتر کارش می رفت، در ناحیه سیوم شهر جلال آباد، توسط افراد مسلح ناشناس همراه با رانندهش به قتل رسید. ما تسو سواری بیرک مرکز دید، بخش تزم، مایزه لارش هم، یه مشکل نشته دید، چه دیر خوینده که دید، نپار بخش که خوینده تا ضروریت دیمونگشته دید، نتم لارش دید، مسئول تلویزیون خصوصی انعکاس میگوید ملاله خبرنگار شجاع و قادر به کار در اوضاع دشوار بود. چیز من دا اداری به نفر کارمندان دا وطن دا دخمنان رو بخوا شهادت رو رسیدن من سهر تقریبا و باجی و دنزل سقی شاوخوا او یو دا دی کارمندان سخه زمان گا دوناسو دا برخی ملاله میوند نومیده او زمان دا اداری او دیر فعاله او دیر برجسته کارمنده و بیلا بیلو پروگرامون پریزنتر و او یقینا زمان دا اداری باره دا یو دیر الوی زایده. ملاله میوند 24 ساله بود و از نزدیک به 8 سال به این سو با رادیو تلویزیون انعکاس کار میکرد. او همچنان یکی از مدافعان فعال حقوق زنان نیز بود. اواخر امروز گروه داعش مسئولیت قتل ملاله میوند را بردوش گرفت. در این حال مسئولان محلی در ننگرهار میگویند هدف از کشتار خبرنگاران ایجاد ترس و وحشت است. ژورنالیستان هغه خلق دی چې په اصطلاح د دولت او حکومت مایک دی او د ولس ژبه ده. متاسفانه د وطن دشمنان دی په بیلابیلو توطیو حادثو پیښو کې زمان جورنالستان ترسنگ یو عادی کراچیوان جوالی مامور چارواک میڈیالیست جورنالست اغا تطول یو دی او پا وجنه که اقدام کهی صرف او صرف دا دشمن هدف داده چی دوی پا افغانستان که گدوڑی او نامنی راوڑی نگواڑی چی دا افغانستان خلق دی پا آرامه سولا او صبات که جوندو که دا انسانیت او اسلامیت دشمنان دی پتوله. در یک ماه گذشته این سیومین رویداد است که در آن خبرنگاران به قتل می رسند. پیش از این، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در نتیجه بمب مغناطیسی کارگزار شده در موترش به قتل رسید. همچنان در کابل یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع در رویداد مشابه کشته شد. این رویدادها خبرنگاران افغان را از امنیتشان نگران ساختند. اینجا در کابل خبرنگاران از دولت می خواهند در حفظ امنیت آنها توجه جدی کند. متاسفانه خصوصا امسال چیزی که بیشتر شده تورهای هدفمند است. پرونده قتل خبرنگاران بیشتر میشه. هر سال نسبت به سال دیگه حجم پرونده ها بیشتر میشه. اما چیزی که بیشتر نگران کننده است این است که حکومت آنچنانی که باید تامین امنیت نمی کنه. نه تنهایی که تامین امنیت نمی کنه، حتی در بسیاری از موارد هم خودش یک چالش بزرگی برای خبرنگاران کار ادارسانی در افغانستان واقع میشه. ما خیلی نگران هستیم از اینکه آینده ما چگونه خواهد بود. امروز خانم ملاله شاید فردا ما باشم که همین گونه مرد هدف قرار بگیرم و جان ببازم. در وضعیت واقعا بگنون کرده موک دغه وضعیت چې هر ورځ وینو دا موږ دې ویرې ته اچوي چې آیا سبا به موږ ژوندي یو که نه. په افغانستان کې اوس مهال بیخي ژوند یو تصادف شوی دی. ټول دې ته په تمه دي هغه د خپل د ژوند وروستۍ شیبې شماري. ملاله میوند دقیقا در روز جهانی حقوق بشر دهم ماه دسامبر به قتل رسید. در کنار چهره های سیاسی و سازمان های بین المللی دیگر، سازمان ملل متحد گفته است که قتل ملاله مخصوصا در چنین روز مشخص تکان دهنده است. با گزارش های سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان یکی از خطرناک ترین کشور برای خبرنگاران است.